Episode number 10. As Willy Fox. Oh. اگه من از شما میپرسم که اداره آگاهی چه نقشه ای داره، به نظر شما سوال بیجایی کردم؟ باید ویلی فاگو پیداش کنین، حتی اگر وسط جنگل باشه. منم همین چاره دارم، چون همه نگران گم شدن آقای ویلی فاگ هستن و خواننده های منم خیلی دلشون میخواد آخرین خبر روزنامه ها رو بخونن. ببین چی میگم سالی بار، ما هر کاری که دستمون بر بیاد انجام میدیم تا بتونیم در مورد ویلی فاگ با خبرنگارمون در هندوستان تماس بگیریم، ولی هنوز نتونستیم این کار رو انجام بدیم. واسه همه بدتر این که مامورین ما یعنی دیکس و بولی هم ناپدید شدن. اون دوتا آدمای بی عرضه این، اون انقدر مسخره ان که به درد هیچ کاری نمیخورن. خب این عقیده شما. راستش من خیلی نگرانم، امیدوارم که اتفاق ناگواری برای ویلی فاگ نیفتاده باشه. عجله کن ریگو، دارم میرسن، عجله کن. تونتر تد قربانه تد، تونتر برو تونتر، نظری فرار کنن، همه اونا باید کشته بشن. تو فکر میکنی که اگه ما این رودخونه رو ادامه بدیم میرسیم به کلکته؟ فقط پارو بزن، حرف بزن، آزره ندارم. اطاعت میکنه. مابادان با کبر مسیر رودخونه به دریا میرسیم و وقتی به دریا رسیدیم دنبال بندر میگردیم و وقتی بیداش کردیم سوال اولی کشتیم که به کلکته برسیم. باید سلطان رفت. خیلی خوبه. رئیس نگاه کن چه تون میری. فکر میکنم داریم به دریا نزدیک میشیم. ببین حالا که من خوب پالو میزنم منو دیگه نزنی. نه تو که خوب کار میکنی چرا بزنم؟ انگار خسته شده کمی سیاد کنم. که خطر برطرف شده باید بذاریم این فیل بیچاره کمی استراحت کنه. بشین کوه. Her pulse is strong. ریگو برای کمی آب بیار. ادوارد قربان الان میرم. الان میرم تیرا رو از بدنش خارج میکنم. نگران نباش کو، من کمکت میکنم. این اما اون حالش خوب نیست اوربا. برو یه کمی از اون شربت بیار. چشم قربان، اطاعت میکنم. متاسفم قربان، شربت به کلی تموم شده. من فکر میکنم شدیداً احتیاج به مراقبت های پزشکی داره، وگرنه زنده نمیمون آقای فاگ. میدونم جنرال،
ولی نمیدونم چطوری خودمون رو به سال آباد برسونیم. شما باید سعی خودتون رو بکنین قربان، چون به هر حال ما نمیتونیم زیاد اینجا بمونیم. اونایی که در تعقیب ما هستن ما رو یاد اونا پیدامون کردن، محاصره شدیم. گوه بالاخره پیدات کردم، چقدر خوشحالم دوست عزیز. این صاحب این فیله. ای بچه‌ت، ای بیرحم، ببینم تو چطوری تونستی ما رو وسط جنگل تنها بذاری. نمیفهمم آخه، معلوم است در مورد چی داری حرف میزنی. بعد از این که شما رفتین اونا با ضربه‌ای که بهم زدن منو بیهوش کردن و فیل رو ازم دزدیدن. بعد از این که دو روز و دو شب دنبال فیل گشتم بالاخره اونو پیدا کردم. پس آخه من که سر در نمیارم. صبر کن ریگو، اگه اشتباه نکنم این صاحب اصلی فیله، همون کسی که دو روز پیش باهاش حرف زدم. اسم من سالم قربان، صاحب اصلی فیل منم. این فیل تنها چیزی که در همه دنیا دارم، این صمیمیترین دوست منه. اون راست میگه، چون به نظر میاد کو خیلی دوستش داره. حق با شماست ایکو، من فیل رو بهتون پس میدم و ازتون عذرخواهی میکنم. پس شما حرفامو باور کردین، قبول دارین که این فیل مال منه؟ کوهای عزیز، ولی قربان اگه ما فیلو به اون پس بدیم اون وقت تکلیف خودمون چی میشه؟ اون وقت نمیتونیم. ما یه مشکلی قربان، من چی کار میتونم براتون بکنم؟ ما یه خانم همراهمونه که مریضه و اگه نتونیم اونو به دکتر برسونیم امکان داره از بین بره. بگین ببینم، منظورتون همون خانومیه که اونجاست؟ بله، باید اونو به صلاح‌آباد ببریم تا دکتر معالجش کنه. اگه شما ما رو به اونجا برسونید ممنون میشیم. حتما این کاری میکنم، من همتون رو با کمال میل به صلاح‌آباد میبرم. ضمناً تا اونجا راه زیادی نمونده، تقریبا حدود 3 یا 4 کیلومتر از اینجا فاصله داره، یعنی پشت اون تپه‌ست. از شما بی‌نهایت متشکرم. ما این آقایی رو تا صلاح‌آباد میبریم. بهوش میاد. سالم، لطفا یه دقیقه نگه دار. وایسا، شما ما فکر میکنید حالتون بهتر شده؟ کاملا درسته تیکو، خطر برطرف شده. نگران نباشید، اسم من ویلی فاگه و اهل انگلستانم. نجات دهنده شما ایشونه، اسمش ریگوست. اینطور هم نیست، چون من فقط به اربابم کمک کردم تا شما رو نجات بده. اسم من کورنه، از اینکه نجات پیدا کردین خیلی خوشحالم. اسم منم تیکوه و از دیدار تو خوشحالم. عجیبه، بس من هنوز زنده هستم. بله، شما زنده و سالم هستید. ما کجاییم؟ فعلا در 3 کیلومتری صلاح‌آباد هستیم. خب دیگه سالم، ما میتونیم به سفرمون ادامه بدیم. حرکت کن کو. خیلی ازت متشکرم، تو به ما خیلی لطف کرد. اصلا مهم نیست قربان، ما وقتی داریم به همدیگه کمک کنیم. ریگا، چمیدون منو بیار. ای به چشم قربان. سارم، خواهش میکنم این پولا از من قبول. این پول خیلی زیاده، لزومی نداره انقدر بدین. این 2000 پوند نشانه کوچکی از قدردانی من نسبت به توه. 2000 پوند؟ برای قربان، اون کسی که شما به خاطر فیل بهش قول پول دادین یه سالم دیگه ای بود، یعنی سالم قلابی بود. به علاوه اگه اون فیلو با خودش ببره دلیلی نداره که شما یه همچین مبلغی بهش بپردازین. درست میگه قربان، این خیلی زیاده. من از اینکه کوه رو پیدا کردم خوشحالم. به علاوه این پول خیلی بیشتر از خدمتیه که من به شما کردم. ما بالاخره تونستیم به صلاح‌آباد برسیم. از فیل تو هم متشکرم. در واقع رومی هم جانش رو مرهون فیل تو میدونه. میدونی اون 2000 پوند نمیتونه حتی ذره‌ای از کمک‌هایی که اون فیل به ما کرده جبران بکنه. دوست من، تو باید این پول رو از من قبول کنی. خواهش. شما بی‌نظیرترین و دست و دلبازترین کسی هستین که من تا به حال دیدم. امیدوارم همیشه در زندگیتون موفق باشین. رفتار و اخلاق بی‌نظیر شما همه رو وادار به احترام می‌کنه. من شما رو تحسین می‌کنم. کوه بسته دیگه، تیکو رو بذار پایین. خدا حافظ کوه، برای همه چی با چکرم. مراقب خودت باشی. آقای فا،
ویلیفاک من هرگز محبت های شما را فراموش نمی کنم. امیدوارم در سفرتون موفق بشین قربان. متشکرم صادق، منم برای تو کوه آرزوی موفقیت. هرگز تو کوه، ما باید به شهرمون برگردیم. خدا حافظ. خدا نگهدار. ریگا برو ساعت حرکت قطار رو بپرس. چش قربان، همین الان میرم. اون 2000 پوندی که قرار بود گیرم بیاد از دستم رفت. به علاوه اونام به موقع رسیدن. اما باشه ترانسفر باشه، ناراحت نشو، یک کمی حوصله کن، ترانسفر تو بالاخره موفق میشی. سوال کردم، گفتن قطار کرکته رأس ساعت 12 حرکت میکنه. الان درست ساعت 10. ساعت 12؟ آقای فاک، من به موقع ساعت حرکتون رو بهتون میگم از روی ساعت خودم. درسته، تا موقعی که قطار حرکت کنه 2 ساعت وقت داره. آقای فاگرومی با این لباس که پوشیده خیلی جلب نظر میکنه. درست میگین، حق با شماست جنرال. ریگو، ما باید یه لباس مناسب برای رومی بخریم. چشم کنم. شما هر لباسی که دوست دارین میتونین برای خودتون انتخاب کنین. بفرمایید. جنرال، میخوام با تو حرف بزنم. میدونین که من در این سفر احتیاج به راهنما دارم و همینطور نگران حال رومی هستی، اینم میدونم. به همین دلیل ازتون میخوام تا راهنمایی کنیم. من شنیدم زنی که قراره در مراسمی سوزانده بشه، اگه بتونه فرار کنه، اعضای قبیلهش تا لحظه دستگیری دست از تعقیب اون بر نمیدارن. درسته، اونا در سرتاسر هندوستان انقدر دنبالش میگردن تا بالاخره گیرش بیارن. بله بله میدونم، ما باید اونا از هندوستان خارج کنیم. Your attention! Now, may I present Her Most Beautiful Majesty, the Princess Rumi! Beautiful! Absolutely breathtaking! You are lovely beyond words, Princess Rumi. John, Princess! You've said nothing, Mr. Fogg. I hope... از حالا زندگی جدید شما شروع میشه. من حاضرم آقای فان و خیلی هم خوشحالم. من هرگز تا این حد از اینکه زنده هستم خوشحال نبودم. از اینکه شما رو خوشحال میبینم احساس رضایت میکنم و این خوشحالی شامل همه ما میشه. بابا چه گرسن خوبی همه. خودمونی خیلی بهت میاد رو مگه نه. خیلی مایلیم داستان زندگی شما رو بشنویم خانم رومی. من تا به حال چنین رسمی ندیده بودم و به همین دلیل دلم میخواد داستان زندگی شما رو بدونم. همونطوری که میدونین اسم من رومیه و در مدرسه انگلیسی ها درس خوندم. پدر و مادرم ثروتمند بودن، اما من در همون اوائل تولدم یتیم شدم چون هر دوی اونا رو یک باره از دست دادم و بعد مجبورم کردن تا با مهاراجه پیری ازدواج کنم. 3 ماه بعد از ازدواجمون شوهرم مرد و طبق آداب و رسوم قبیله باید همراه اون سوزونده میشدم. ادامه بده. من دلم نمیخواست بمیرم و یک شب تمامم پنهان شدم، اما اونا منو پیدا کردن و دوباره مراسم سوزوندن منو شروع کردن. نگران نباش، دیگه همه چی تموم شده.
جنرال یکی دو ماهی شما رو مخفی میکنن و وقتی افراد قبیله از پیدا کردنتون مایوس شدن دست از تعقیبتون برمیدارن. آقای فاگ میخواستن مراقبت شما رو شخصا به عهده بگیرن، اما چون میخوان دور دنیا رو در 80 روز بگردن، متاسفانه به خاطر کمی وقت نمیتونن شخصا خودشون به کمک شما بیان. سعی کنید موقعیت منو درک کنید خانم رومی. حیثیت و ثروت من در خطره. ما فردا صبح باید بدون تأخیر با کشتی از کلکته به سنگاپور و هنگ کنگ بریم. من میفهمم چی میگی، اما خواهش دارم منو با خودتون تا سنگاپور ببرین، چون یکی از بستگانم اونجاست، اون عمومه و به خاطر موقعیت خوبی که داره میتونه از من نگهداری کنه. در سنگاپور؟ من ازتون خواهش میکنم اجازه بدین تا سنگاپور همراهتون بیام. من باید از هندوستان خارج بشم، چون اگه اینجا بمونم دیر یا زود اونا پیدا میکنن و اون وقت هیچ کس نمیتونه منو از مرگ حتمی نجات بده. منو خیلی ببخشین آقای فاگ، حرفای اون موقعیتشو خیلی عوض میکنه. فکر میکنم شما به جز اینکه رومی رو تا سنگاپور ببرین چاره دیگه ای ندارین. بگو مهتر بری یه بلیط هم تا کلکته برای خانم رومی. بله قربان، اطاعت میکنم. یه هم سفر جدید هم به زن ما اضافه شد. خوشحال هستم تونستم همه اون اجاز کنید. واقعا نصبی به قرم خوشحالم. که دارم ازتون جدا میشم، من در کنار شما روزهای خوبی رو گذروندم. امید دیدار دوست من. آقای فاگ باید بگم من در دوران زندگیم افراد زیادی دیدم، ولی فرد لایق و نمونهی مثل شما هرگز ندیدم. شما خیلی لطف دارین جنرال. من اطمینان دارم که شما در مسافرتتون به دور دنیا در 80 روز موفق خواهید شد. خانم رومی، ریگو، تیکو، از اینکه با شما آشنا شدم خوشحالم. به شما اطمینان میدم که ما هرگز فراموشتون نمی‌کنیم. متشکرم. موفق باشین. به امید دیدار. به امید دیدار. طوری که قبلا حرکت قطار رو محاسبه کردم، فردا صبح ما به کلکته میرسیم. بی نظیره. پس ما به اندازه کافی وقت داریم تا بتونیم سوار اون کشتی که به سنگاپور میره بشیم. کاملا درسته و خانم رومی میتونه تقریبا 24 ساعت دیگه کشور هندوستان رو ترک کنه. اما از اینکه به خاطر نجات جون من دوچاره تاخیر شدین و ممکنه برنامه سفرتون به عقب بیفته نگرانم. نگران نباشین، پیش از اینکه ما به معمای برسیم سه روز از برنامه‌مون جلو بودیم. درسته، هیچ تأخیری نداریم و برنامه‌مون همونطوریه که قبلا پیش بینی شده بود. خیلی خوشحالم. بالا بادا. بالا بادا. نو بیت.
to a pressing engagement with the commissioner of the Calcutta police. این غیر ممکنه. شما هنوز حکم بازداشت ویلیفاک رو دریافت نکردین. ممکنه بازم حرفتون رو تکرار کنن. تنها چیزی که در این نامه نوشتن اینه که من دنبال بازستیکس و بولی بگردم. به خاطر اینکه اونا تو جنگل گم شدن و حالا پیداتون شده و جلوی من وایستادین. میگن شما از بازرسان لایق اداره آگاهی هستین. ممکنه بگین تا به حال چه کار مثبتی انجام دادین جز اینکه مخارج تلگرافتون به لندن چندین برابر حقوق من شد؟ قربان، چند تا از بومی اومدن اینجا و از دست چند تا خارجی که مشکل ایجاد کردن شکایت دارن. چه گفتی چند تا خارجی؟ بله، یه عده بیرونن که اومدن از مسافرین شکایت کنن. بسیار خوب، باهاشون حرف میزنم. اجازه میکنیم صاحب این گله رو دستگیر کنیم. عجیب، این کلاه رو اون نادونه. نادون نرگادون بله، من فکر کردم وقتی به هنگ کنگ رسیدیم تو باید یه کلاهی نو بخری و اونی که داشتی فراموش کنی. این غیر ممکنه قربان. اون کلاهی که گم کردم یادگار پدر بزرگم بود و من هرگز از کلاه دیگه ای استفاده نمی کنم. امکانش هست که برگردم به بمبئی و اونو پیدا کنم، ولی هیچ وقت از یه کلاه دیگه استفاده نمی کنم. خداوند، آخه چه بلایی سر کلاه بیچارم اومده. آقای فاک، وقتی به کلکت رسیدیم اون وقت از نقشه ها مطلع میشیم.